تا اینجا در واقع یه قدم جلوتر رفتیم، یعنی ما فقط به لحاظ شکلی نمیتونیم ماشینی بسازیم که شبیه انسان باشه، میتونیم ماشینی بسازیم که حداقل توی بعضی از رفتار و حرکات هم میتونه شبیه انسان باشه. اما خب دانش متوقف به این نشد، یواش یواش شخصیت های دیگه اومدن که سعی کردن این تاج پادشاهی رو از سر انسان بردارن. ماشین های محاسباتی شکل گرفت. خب اگه مروری بکنید به تاریخچه در واقع ابداعات اختراعات انسانی، می‌بینید که توی قرن 18 و 19 به بعد شروع میشه در واقع طراحی ماشین های محاسباتی که میتونن عملیات اصلی رو انجام بدن، جمع کنن، ضرب کنن، تفریق کنن و از اون مهمتر بعضی مواقع این عملیات به صورت چی انجام بدن؟ به صورت خودکار. خب و نهایتا منجر میشه به در واقع کامپیوترهای امروزی که سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای هستن. خب ما اون روزهای اولی که با کامپیوتر یا رایانه آشنا شدیم، بیشتر افراد از تعبیر چی استفاده می‌کردن برای توصیف رایانه؟ تعبیر یه ماشین حساب پیچیده، یعنی تصورشون بود که کامپیوتر یا رایانه یه ماشین حساب بسیار پیچیده است و در واقع اینجوری شبیه سازی می‌کردن توی ذهنشون. و خب باز اینم یه قدم به جلو، یعنی ما ماشینی داریم که یکی از اون چیزایی که تصور میکردیم که فقط مختص به انسان، یعنی محاسبه رو هم میتونه کامپیوتر چیکار کنه، میتونه انجام بده. و بعد در واقع شما ماشین هایی دارید که میتونن از محاسبه فراتر برن، تفکر کنن، حل مسئله انجام بدن، تصمیم بگیرن و خیلی کارهای پیچیده دیگه رو انجام بدن. وقتی این مسائل مطرح میشه، من با در واقع جزئیاتش اصلا کاری ندارم. شما فکر کنید که یه محققی هست که داره تو این حوزه کار میکنه و ماشینی ساخته میسازه که هی پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشه و تا جایی که ممکنه ادعا بکنه که این مثل انسانه و این آدم پیچیده، این سیستم پیچیده‌ای هست، هوشمند، صاحب تفکره. وقتی به این سطح میرسه، شما در نظر بگیرید یه متخصص مثلا ریاضیات، یه متخصص طراحی سیستم‌های هوشمند، وقتی داره در واقع تا حالا همش توی فرمول و محاسبه و اینجور چیزا است، وقتی به اینجا میرسه یواش یواش سوال‌هایی براش شکل میگیره. خب سوالی مثل این که اصلا ذهن یا هوش اساساً چیه؟ خب حالا که من دارم میگم که این ماشین یه ماشین هوشمنده، این ماشین شبیه انسانه، اصلا هوش چیه؟ خب توانمندی انسانی چیه؟ من به چه چیزی میگم هوش، به چه چیزی نمیگم هوش، به چه چیزی میگم شناخت، به چه چیزی نمیگم شناخت؟ خب این سوالا از جنس سوالای چیه؟ از جنس سوالایی که روانشناسا تا حالا داشتن باهاش مواجه بودن و باهاش برخورد داشتن و سعی میکردن جوابشو پیدا کنن. الان یه گروه جدیدی اومدن که اون گروه جدید هم این سوالها براشون مطرح شده. منتها ویژگی جذاب و تازه این حوزه از دانشمندان اینه که اینا از یک مسیر کاملا متفاوت میان هوش رو تعریف میکنن، از یک مسیری که فرضاً کسایی که تو حوزه روانشناسی داشتن کار میکردن اصلا از این منظر باهاش مواجه نشده بودن. من حالا برای نمونه یکی از این موارد رو مطرح میکنم که ببینید که چطور ممکنه اصلا در واقع ورود یک حوزه به مسائل و موضوعاتی که توی حوزه دیگه ای مطرح بوده چه تحولی میتونه ایجاد میکنه و چه نگاه تازه میتونه ایجاد میکنه.